سلام و درود به همه شما عزیزانی که کانال پخت و پز را همیشه دنبال میکنید. بنفشه سیف هستم، با یه آموزش دیگه با شما دوستان و همراهان همیشگی خواهم بود. دوستان عزیز، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید، به دوستان خود معرفی کنید و برای حمایت از ما ویدیوها را لایک کنید. زنگوله را فعال کنید که همیشه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. امیدوارم از این آموزش لذت ببرید. دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و سلامت باشید. با آموزش یک خمیر فرانسوی نان شیرینی شو در خدمتتون هستم. ابتدا باید خمیر کراکلین رو آماده کنیم. کره باید دمای محیط باشه، 100 گرم. داخل کاسه کوچک بریزید. شکر دانه ریز 100 گرم. اضافه کنید، کمی هم بزنید تا مخلوط بشه. وقتی که شکر و کره با هم کاملا مخلوط شدن، شما باید 100 گرم آرد رو اضافه کنید. هم بزنید تا کاملا با هم ترکیب بشن. وقتی که مخلوط صاف و یک دستی به دست اومد و خمیر تشکیل شد، حالا شما باید خمیرتون رو بین دو کاغذ روغنی باز کنید. به قطع 2 میلی باز کنید و بعد داخل فریزر به مدت نیم ساعت قرار بدید تا کاملا سفت بشه. برای تهیه خمیر شو، شما 70 گرم آرد رو ابتدا علک کنید و کنار بذارید. 60 گرم شیر، 60 گرم آب، شکر 1/2 قاشق غذاخوری، 1/4 قاشق چایخوری نمک و 60 گرم کره رو داخل قابلمه متوسط بریزید. بعد روی حرارت متوسط قرار بدید. وقتی که مخلوط شروع به جوشیدن کرد، حرارت رو خاموش کنید. آرد رو به یک باره اضافه کنید. با لیسک سریع هم بزنید تا آرد کاملا مخلوط بشه و هیچ گلوله‌ای داخلش نباشه. بعد دوباره حرارت رو روشن کنید، متوسط باشه و به مدت 3-5 دقیقه هم بزنید تا خمیرتون خوب داغ بخوره و راحت از ته دیگ جدا بشه. خمیر رو به کاسه انتقال داده، اجازه دهید کمی خنک شود. 110 گرم تخم مرغ رو هم بزنید و بعد به تدریج اضافه کنید. هر بار اضافه کردید 30 ثانیه با هم زن بزنید و بعد دوباره کمی از تخم مرغ رو اضافه کنید، همینطور تا آخر ادامه بدید. ممکن است شما به تخم مرغ کمتر یا بیشتری نیاز داشته باشید. در آخر باید یک خمیر چسبناکی به دست بیارید. خمیر که آماده شد، داخل قیف بریزید. یک ماسوره سرگرد داخل قیف قرار بدید. روی سینی فرتون مت سیلیکونی انداخته و با فاصله 4-5 سان داخلش پایپ کنید و به مدت 10 مین فریزر بذارید تا کمی خمیرتون سفت بشه.
همینطور که میبینید من چند تا با ماسوره شکوفه هم پایپ کردم که بتونم چند تا نونخامه معمولی هم باهاش درست کنم. در این فاصله فر رو با دمای 200 درجه روشن کنید. خمیر کراکلاین رو از فریزر خارج کنید و با کاتر که به اندازه شیرنی که شما پایپ کردید به اندازه قطر اون باشه قالب بزنید و بعد روی خمیرهای نان که فریزر قرار دادید قرار بدید. به این صورت بعد خمیرها رو دوباره به مدت 15 دقیقه داخل فریزر بذارید. سپس حرارت فر رو 170 درجه کنید و به مدت 40 دقیقه نانها رو بپزید تا کاملا نانها طلایی شوند. بعد پخت نانها رو روی پنجره سیمی خنک کنید و بعد با فیلینگ دلخواه پر کنید. برای تهیه کرم ماسکار پونه شما ابتدا 300 گرم پنیر خامه‌ای ماسکار رو با هم زن بزنید تا نرم بشه. بعد در کاسه دیگر 240 گرم خامه رو بزنید تا فرم بگیره. شما میتونید هم از خامه قنادی استفاده کنید هم از خامه معمولی صبحانه. اگر شما از خامه صبحانه استفاده میکنید باید بهش 50 گرم پودر شکر اضافه کنید و هم بزنید. ولی اگر از خامه قنادی استفاده کردید چون خودش شیرین هست دیگه احتیاجی نیست شما پودر شکر رو اضافه کنید. خامه فرم گرفته رو به ماسکارپونه اضافه کنید و بعد وانیل، یه قاشق غذاخوری، قهوه فوری داشتیم، اونم بریزید. خوب با مواد مخلوط کنید. بعد کرم ماسکار رو داخل قیف بریزید. من یک قیفم خامه ساده فرم دادم و داخل قیف ریختم. حالا نوبت به فیلینگ نونها رسیده. وقتی که نونها خنک شد حالا شما میتونید داخل نونها رو فیلینگ کنید. همینطور که میبینید باید داخلش تو خالی باشه. سر نون رو ابتدا کمی برش بزنید. اگه چاقوتون اره‌ای باشه خیلی بهتره برای برش زدن. داخل نون رو شما با فیلینگ ماسکار پر کنید. بستگی به خودتون داره، اگر میخواین که پر از کرم باشه یا کمتر باشه میزانش خودتون میدونید که چقدر بریزید. وقتی که پر شد شما حالا باید کمی پودر کاکائو روش علک کنید. بعد شما میتونید با خامه ساده روش شکوفه پایپ کنید و دوباره کمی پودر کاکائو علک کنید. به همین ترتیب شما بقیه نونها رو فیلینگ کنید. آموزش خمیر شو بود با خمیر کراکلین و داخلش رو با فیلینگ خامه‌ای ماسکار پر کردیم که نون خامه‌ای تیرامیسو میشه در نهایت. من چند تا نون خامه‌ای سادم که زده بودم با خامه ساده داخلش رو پر میکنم. شما با این خمیر میتونید انواع نونخامه‌ای رو بزنید. امیدوارم که از این آموزش راضی باشید و مفید بوده باشه و درست کنید و در کنار خانواده از طعمش لذت ببرید. دوستان شما میتونید بقیه آموزش های ما رو از کانال پخت و پز دنبال کنید. آموزش های بعدی خدا نگهدار.